سلام دوستان، سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ خوش میگذره در تهران با این برف؟ خدمت شما عرض بکنم که امروز جمعه است، 5 بهمن 1398 خورشیدی برابر با 25 ژانویه 2020 میلادی. اینجا در میشیگان هم هوا سرده، خیلی سرده، برف اومده. دیروز بارون میومد و برف رو یه مقدار آب کرده، ولی در صورت هوا هنوز سرده، هوا هنوز سرده و خیلی خوب. بعد از این، خب امروز من الان 2-3 هفته است که اینا رو خیلی کار داشتم، گرفتاری داشتم، نتونستم این چیزای انگلیسی رو ادامه بدم. امروز جلسه هشتم شروع میکنیم، و قسمت بعدی درس دوم از انگلیسی پیشرفته رو ادامه میدیم و تا ببینیم چی میشه. این یه پاراگراف هستش که این پاراگراف رو با هم دیگه ترجمه میکنیم، نکات گرامریش رو میگیم تا ببینیم که انشالله که یه مقدار کمک بکنه به انگلیسیمون که انگلیسی بهتری یاد بگیریم هممون. خیلی خوب، بعد حالا اجازه بدید که من شروع بکنم بخششو. شما اول به اصطلاح این خانم این رو میخونه، این خانم گوینده این رو میخونه با لهجه خوب انگلیسی و ما گوش بدیم ببینیم چی میگه ایشون، و بعد از اون من ترجمه میکنم براتون و نکات گرامریشو میگم. و خیلی خوب، شروع میکنیم. Even when taking our leave, it seems we English are victims of some strange deficiencies in our valedictory vocabulary. The standard term goodbye is both too formal and too final. It may be just the job for ushering someone out of your life altogether, but most leave-takings, for better or worse, are temporary affairs. Perhaps in an attempt to escape implications of finality, many people now say bye-bye instead. Others try to make this particularly nauseating bit of baby talk more acceptable by shortening it to bye. And in place of those many leave-takings which so easily accommodate the idea of another meeting, au revoir, auf Wiedersehen, arrivederci, and so on, we have, alas, only such sad colloquialisms as so long and I'll be seeing you. خیلی خوب. خوب، این خانم برای ما خوند با این لحجه قشنگش و خب بعدا من اینا رو سوار میکنم رو همون ویدیویی که به اصطلاح در یوتیوب میذارم، اینا سوار میکنم و یعنی هم شما هم صدا رو میتوانید بشنوید و هم چیز رو داشته باشید، نوشته رو داشته باشید. من سوار میکنم که در و بعد هم الان خودم میخونم و ترجمه میکنم. امیدوارم که کمکی باشه. خب بچه آماده اید که بریم. Even when taking our leave، خب من اینا رو حالا اونجا خواهید دید که جدا جدا کردم. Even when taking our leave، یعنی even یعنی حتی، when زمانی که taking our leave ما میخوایم وداع کنیم، ما میخوایم خداحافظی کنیم، ما میخوایم بریم. leave یعنی رفتن، جدا شدن، ترک کردن. آرم یعنی مال ما، ضمیر ملکیه. all leave یعنی ترک کردن ما. وقتی که میخوایم taking our leave، وقتی که میخوایم ترک بکنیم، وقتی که میخوایم وداع کنیم، وقتی که میخوایم بریم، بعد چی شد؟ حتی وقتی که میخوایم جدا بشیم بریم، یعنی خداحافظی کنیم، میخوایم بریم از خونه، بریم بیرون، از سر کار بریم. It seems به نظر میآید. اس گرفته در آخرش به خاطر اینکه it سوم شخص مفرده. It seems ما انگلیسی ها، خواننده و گوینده و نویسنده انگلیسی دیگه، ما انگلیسی ها are victims، are هستیم victim یعنی قربانی، victims یعنی قربانی ها، ما هستیم قربانیان some یعنی برخی، چند، برخی strange deficiencies. deficiencies جمع deficiencies، deficiencies یعنی کمبوت ها، کاستی ها، نقائص. strange یعنی کاستی های عجیب غریب. ما قربانیان این به نظر می رسد که ما انگلیسی ها قربانیان برخی از کاستی های عجیب و غریب هستیم. در in our valedictory vocabulary، در لغاتی که برای وداع به کار میبریم. valedictory یعنی لغات وداع، مثل خداحافظی، به امید دیداری، همچین چیزایی. این لغاتی که در موقع وداع، در موقع خداحافظی به کار میبریم. valedictory vocabulary، vocabulary یعنی لغت. میگه ما به نظر میرسد که قربانی کمبودهای عجیب و غریب در این زمینه هستیم. به نظر میرسد که ما انگلیسی ها قربانی
کمبودهای عجیب و غریب در این زمینه هستیم. خیلی خب، حالا من یه چیزی این وسط تو پرانتز بگم، دوستانی که فکر میکنن این ویدیوها کمک میکنه به پیشرفتشون در زبان انگلیسی، لطف کنن اینو به دوستان دیگر معرفی بکنن و خودشون هم سابسکرایب کنن، اون زنگوله بغلش هم بزنن که وقتی ویدیو جدیدی منتشر میشه خبردار بشن، چون خبر میده دیگه، یوتیوب بهشون خبر میده. و بعد هم من سعی میکنم که زود به زود، دیگه اینقدر دیر نشه، حداقل هفته یک یا دو ویدیو آماده بکنم که اینقدر دیر نشه. خیلی گرفتار بودم. خب the standard term، استاندارد یعنی استاندارد دیگه، همین استاندارد که در فارسی، ترم هم یعنی اصطلاح، اصطلاح استاندارد، the اصطلاح استاندارد goodbye، goodbye هم یعنی خداحافظ دیگه، میدانید همه دیگه، لازم به گفتن نیست. اصطلاح استاندارد goodbye is both too formal and too final. Both یعنی هر دو، یعنی دارای این هر دو خصیصه هست. Both too formal، خیلی فرماله، فرمال یعنی خیلی رسمیه، وقتی میگه goodbye خیلی رسمیه. البته اینا همش ادعای نویسنده این مقاله است، من دارم ترجمه میکنم. And too final، و همچنین خیلی نهاییه، یعنی وقتی میگه goodbye یعنی یه حالت چیز داره که من دیگه تو رو نمیبینم. goodbye یعنی خدا نگهدار، دیگه مثلا من تو رو نمیبینم. هم میگه هم خیلی چیزه، هم خیلی نهاییه، هم خیلی نهاییه و هم خیلی رسمیه. خب به نظر نویسنده هم خوب نیست اینطور، داره ایرادش رو میگه، هم خیلی رسمیه هم خیلی نهاییه، یعنی مثل وداع آخر میمونه، میدونی آدم میگه نمیبینم تو رو. It may be just a job, it may be just a job for ushering someone out of your life altogether. میگه شاید فقط جاب یعنی شغل، شاید برای این خوب باشه، for ushering راهنمایی کردن، راهنمایی کردن someone یک شخص رو out of your life، روی هم رفته، altogether روی هم رفته، شاید این خوب باشه. برای چی؟ برای راهنمایی کردن یک نفر برای خروج از your life. مثلا که مثلا شاید به دوست دخترت بگه خداحافظ، یا به دوست پسرت بگه خداحافظ، یا good luck یعنی برو دیگه من با تو کاری ندارم، نمیبینم. میگه این شاید برای این خوب باشه، وقتی به یکی میگه goodbye، برای اینکه یک نفر از زندگیت به خارج از زندگیت هدایت بکنی. ها it may be just a job for ushering یعنی هدایت کردن، راهنمایی کردن یک نفر out of your life، خارج از زندگیت. میگه شاید goodbye برای این خوب باشه. But it may be just a job for ushering someone. میگه شاید هدایت کردن یک نفر. It may be just a job for ushering someone. این شاید وظیفه‌ای باشد برای هدایت کردن یک نفر از زندگیت. از زندگیت یک نفر رو هدایت بکنی که بره بیرون. برای همیشه. ولی but mostly takings میگه که این شاید شغلی باشد، چیزی باشد برای هدایت کردن یک نفر از خارج کردن یک نفر از زندگیت برای همیشه. خب که من البته goodbye خیلی معمول نیست، شاید میگن good luck یعنی امیدوارم شانس خوبی داشته باشی، یعنی از من گذشت، برو دنبال کس دیگه، good luck معمولا. حالا goodbye هم نمیدونم، شاید در انگلیسی اینطور میگن، ولی در آمریکا معمولا میگن good luck وقتی که مثلا یه نهایی میشه، کسی به دوست دخترش یا دوست پسرش میگه good luck of your life together. But most leave takings، اما اغلب وداعها، اغلب خداحافظی، leave takings یعنی خداحافظی ها، اغلب وداعها، اما اغلب وداعها for better or worse، برای بهتر باشه یا بدتر، for better or worse، بهتر یا بدتر، حالا هر جور شما بخوای حساب کن، for better or worse، better یعنی بهتر، worse یعنی بدتر، are temporary efforts یعنی کارها، temporary یعنی موقت، یعنی کارهای موقتن، چیزهای موقتن، چیزهای دائمی نیستن. وقتی شما به یک کسی میگی goodbye، یعنی مثلا امشب شب میگی goodbye، فردا صبح دوباره سر کار میبینیش، این temporaryه، موقتیه، قطعی نیست، میدونی یه چیز فاینال نیست، برای همیشه نیست. معمولا وقتی که شما یک کسی خداحافظی میکنی دوباره اون شخص میبینی، مگر در موارد استثنایی. خب اینم داره همینو میگه، میگه درست این ممکنه که
برای هدایت کردن یک نفر خارج از زندگیت باشه، راهنمایی کردن یک نفر خارج از زندگیت باشه که احتمالاً به اون گودبای نظر داره، ولیکن میگه حالا شما برای خوب باشه یا بد باشه، در هر صورت اینها چیزهای تمپوراری هستن، چیزهای موقتی هستن. افرز چیزها، کارها، معانی دیگه هم داره افرز، ولی اینجا چیز امور موقتی باشن. افر اینا امور موقتی هستن، آر ولی حالا خوب یا بد اینها امور موقتی هستن. perhaps in attempt to escape implications of finality، شاید perhaps شاید این اتم در یک اقدام، پرهاب شاید در یک اقدام برای گریز، تو اسکیپ یعنی گریز، گریختن، فرار، تو اسکیپ برای گریز از ایمپلیکیشنز، ایمپلیکیشنز یعنی تلویحات، ها ایمپلیکیشن یعنی نه به صورت صریح، نه به صورت تلویحی، ایمپلیکیشنز تلویحات آف فاینالیتی، تلویحات نهایی شدن، یعنی برای اینکه بگریزد از اینکه این به صورت تلویحی چیزی رو به عنوان مثلا خداحافظی نهایی در بر داشته باشه. میدونید یه مقدار ترجمهش اینجا سخته، implications of finality، تلویحات نهایی بودن، یعنی وقتی به یک کسی میگه goodbye برای اینکه بگریزی از اینکه اون شخص فکر کنه بار آخر میبینیش، برای گریز از تلویحات نهایی بودن. perhaps in atom، خب بس شاید در یک اقدام برای گریختن از تلویحات نهایی بودن، یعنی گوینده نمیخواد بگه این بار آخر تو رو میبینم. implications of finality، نهایی بودن، وداع آخر. many people، مردم بسیاری. now یعنی الان، این روزها، امروزه، say bye bye instead، به جای goodbye میگن چی؟ میگن bye bye. به جای گود بای میگن چی؟ بای بای. many people، خب بس برای اینکه مردم از تلویحات نهایی بودن بگریزن، از اینکه میخوان به طرف بگن که آقا این بار آخر نیست که من دارم با تو خداحافظی میکنم، یعنی باز هم تو رو خواهم دید، به جای اینکه بگن گود بای، بس همه اینا برمیگرده به اون گود بای. این صحبت همه بعد از گود بای بود. تو اسکیپ بس بسیاری از مردم امروزه برای اینکه از تلویحات نهایی بودن یک وداع، یک کلمه وداع، یک کلمه خداحافظ، برای اینکه تلویحات نهایی بودنش رو از اون ببریزند و طرف فکر نکنه که بار آخری میبینن، به جای اینستد یعنی به جای گودبای میگن چی؟ میگن بای بای، که طرف بدونه همینجا میگن بای بای که طرف بدونه که میبینم فردا دوباره شما رو میبینم، حالا یا همکارته یا هر چی هست، هم کلاسته، هم مدرسته، هر جا هست. وقتی که میگی بای بای، ایشون میگه که وقتی که به خاطر این، شاید به خاطر این، به جای گود بای میگن بای بای، که طرف متوجه باشه که این وداع آخر نیست و باز هم همدیگر رو خواهید دید. خب این تا اینجا. Others try to make this particularly nauseating bit of baby talk more acceptable by shortening it to bye. خب میگه دیگران، try the others، دیگران میکوشن to make، to make بسازن، this particularly nauseating، nauseating یعنی تهوع آور، چیزی که حال آدم به هم میزنه، تهوع آور. particularly، particularly یعنی اختصاصا، مخصوص. این bit of particularly nauseating، bit یعنی یک ذره، bit of baby talk، baby talk یعنی بیبی تاک، یعنی اونی که بچه ها صحبت میکنن، بچه نینی ها شروع صحبت میکنن، این میگه بیبی تاک، یعنی بچه نینی ها، بیبی تاک لایک بچه ها. میگه بعضی ها میکوشن این یه تیکه مخصوص تهواور صحبت بچگانه رو مور اکسپتیبل، بیشتر قابل قبول بسازن. میدونی ترجمهش یه مقدار چیزه، همچنین من باید توضیح بدم، مور اکسپتیبل بیشتر قابل قبول کنند. خب بعضی ها میکوشن بیشتر قابل قبول بکنن این قسمت تهوع‌آور سخن گفتن مثل بچه ها رو، بیشتر قابل قبول کنن by shortening it، کجا؟ اون بای بای رو، در واقع اون بای بای، by shortening، با کوتاه کردن اون، مخفف کردن اون به بای، یعنی به جای بای بای میگن بای، برای اینکه به نظر نویسنده این تهوع‌آوره، مخصوصا تهوع‌آور
و از به اصطلاح صحبتی که بچه ها میکنن، بچه نینی ها میکنن، خب اینا میخوان اینو بیشتر قابل قبول بکنن. شورتنینگ یعنی کوتاه کردن، مخفف کردن. ایت تو ده بای، بای بای تبدیل به بای میکنن برای اینکه بیشتر قابل قبول بکنن، چون به نظر نویسنده هم صحبت بچگونه است، اینجوری بچه ها اینجور صحبت میکنن و هم تهوع آوره. حالا چرا تهوع آوره من نمیدونم دیگه، این نظر نویسنده این مقاله است، فیچر آرتیکل. And in place of those many leave takings which so easily accommodate the idea of another meeting or of a dozen Arabic Dutch and so on. خب بعد میگه که in place یعنی به جای، in place of those آنها، به جای many leave taking، many بسیاری از leave taking، از لغات هنگام خداحافظی leave takings، هنگام وداع leave takings، of those many leave takings، leave taking منظورش لغات زمان خداحافظیه، which so easily که خیلی آسان، so easily یعنی خیلی آسان، so یعنی خیلی، easily یعنی آسان، accommodate در جا میدن، در خود جا میدن، accommodate در خود جا میدهند ایده، idea، ایده یا عقیده another meeting که عقیده یه میتینگ دیگر و یه ملاقات دیگر در خودشون جا میدن، مثل این لغاتی که گفت واف، نمیدونم به چه زبانهایی هست، عربی داچه، میگه به جای این لغت ها که در زبان های دیگه هستن، احتمالا در دیگر زبان های، نه احتمالا قطعا در زبان های دیگر اروپایی هستن، این داره مثال میزنه، در زبان اون اولی فکر میکنم فرانسه باشه، ولی کل فکر میکنم همه اینا، همه این لغت هایی که غیر انگلیسی بود، منظورش اینه که به امید دیدار میبینم دوباره، میدونی، میگه به جای همین لغت هایی که اینا یک ایده ملاقات دیگر رو در خودشون مستتر دارن، وقتی میگه به امید دیدار یعنی دوباره میبینم دیگه، یه همچه چیزی، میگه به جای اینها، این داره زبان انگلیسی رو با زبان های دیگر اروپایی مقایسه میکنه، میگه به جای اینها آبوا آفیدزن عربی داچه که من نمیدونم معنیشون در کدوم زبان ها هست و چی هست، ولی فکر میکنم همشون همین معنی خداحافظی رو میدن، ولی نویسنده مدعی است که اینها وقتی به این لغت رو به کار میبری، یک به اصطلاح ایده، عقیده یک ملاقات دیگر رو هم در خود دارن. وقتی که شما میگی مثلا در فارسی میگم، در فارسی میگم فعلا خدا نگه دارد، یا فعلا یعنی بعدا میبینمت، میدونی، فعلا خداحافظ یعنی بعدا میبینمت، این میگه به جای اینها، and so on، so on یعنی نظایران، and so on we have یعنی ما انگلیسی ها، we have alas، حیف، alas یعنی حیف، حیف ما انگلیسی ها، we have only such colloquialisms، اصطلاحات غمگینانه، ما چنین اصطلاحات غمگینانه ای داریم، as so long، so long هم یعنی به امید دیدار، and I'll be seeing you، و من تو رو خواهم دید. نویسنده معتقده که ما این اصطلاحات غمگین رو داریم، sad اصطلاحات غمگین رو داریم که به نظر من اصلا غمگین هم نیست، so long یعنی میبینمت، بعدا میبینمت، or I'll be seeing you، خواهم، تو را خواهم دید، یا see you، or you know. فکر نمی کنم از زبان انگلیسی از این لحاظ مشکلی داشته باشه به نظر من، و من اصلا متوجه نمیشم که نویسنده چه داره میگه، ولی خب ما قصد مخالفت با ایشون رو نداریم، چون اولا ما زبان مادریمون، من زبان مادریم انگلیسی نیست، داوود ایشون بهتر از من میفهمه، و بعد هم ما داریم اینجا ترجمه میکنیم و در واقع چیز نیست، در واقع چیز نمیکنیم، قصد بررسی مقاله رو نداریم. خیلی خب، یه بار دیگه اجازه بدید که ما با هم دیگه این رو گوش بکنیم و ببینیم چه میگوید این مقاله، یه بار دیگه با هم دیگه گوش بکنیم بعد از اینکه من گفتم. خیلی خوب، یه بار دیگه اجازه بدید با هم گوش بکنیم. When taking our leave, it seems we English are victims of some strange deficiencies in our valedictory vocabulary. The standard term goodbye is both too formal and too final. It may be just the job for ushering someone out of your life altogether. But most leave takings, for better or worse, are temporary affairs. Perhaps in an attempt to escape implications of finality, many people now say bye-bye instead. Others try to make this particularly nauseating bit of baby talk more acceptable by shortening it to bye. And in place of those many leave-takings which so easily accommodate the idea of another meeting, au revoir, auf Wiedersehen, arrivederci, and so on,
We have, alas, only such sad colloquialisms as so long and I'll be seeing you. These examples. خیلی خوب دوستان، دوباره ما شنیدیم این متن و خب این کمک بیشتری میکنه که متوجه بشیم دقیقا چی بشه. خیلی خوب، من یه بار دیگه سریع این رو ترجمه میکنم براتون که هیچ جای چیزی باقی نمونه، پامی باقی نمونه. گفتیم که even when taking our leave، وقتی که ما خداحافظی میکنیم، حتی وقتی که ما خداحافظی میکنیم، it seems we English are victims of some strange deficiencies. به نظر میرسه که ما انگلیسی ها قربانی بعضی از کمبودهای عجیب غریب هستیم در اینار ولی دایرکتوری وکابولری، در لغت هایی که در هنگام وداع به کار میبریم. The standard term به اصطلاح استاندارد گودبای is both too formal and too final. هم بسیار نهاییه و هم بسیار فرمال رسمیه. It may be just the job for ushering someone out of your life altogether. روی هم رفته شاید این کارش این باشه، این لغت گودبای کارش این باشه، برای هدایت کردن یک نفر به خارج از زندگی خودت، ببخشید، برای همیشه. میدونی به یه نفر میگه خداحافظی که نمیبیند، یعنی گودبای. ایشون میگه که شاید این برای این باشه که یه نفر برای همیشه از زندگیت خارج بکنی، بهش میگه گودبای، خداحافظ، برو دیگه نمیبینمت. حالا هر کسی، دوستی، رفیقی، دوست پسری، دوست دختری. But most leave takings، اما اغلب وداعها، for better or worse، خوب یا بد، are temporary affairs، امور موقتی هستند. Perhaps in attempt to escape implications of finality، شاید برای گریز، در یک اقدام برای گریز از implications، از تلویحات نهایی بودن، برای گریز از تلویحات نهایی بودن، many people، بسیاری از مردم، نا امروزه میگن say bye bye instead، به جای good bye میگن چی؟ میگن bye bye. Others try to make this particular nauseating bit of baby talk more acceptable by shortening it to bye. بقیه تلاش میکنن که این به اصطلاح این قسمت بچگونه، قسمت سخن گفتن مثل بچگونه و تهوع مثل بچه ها رو و تهوع آور رو، یعنی همین bye bye رو، بیشتر قابل قبول بکنن. by shortening it، با کوتاه کردن اون تو بای، یعنی به جای بای بای بگن بای، برای اینکه اونو قابل تقبل بکنن، برای اینکه به نظر نویسنده تهوع آور و بچگونه است. and in place of those many leave takings، در به جای بسیاری از اوقات هنگام وداع که به آسانی be so easily accommodate the idea of another meeting، که در خود جا میدهند عقیده another meeting، ملاقات بعدی رو در خودشون جا میدن، مثل فارسی که مثلا میگیم فعلا خداحافظ، یعنی بعدا میبینمت، یا فعلا خدا نگهدارت، یا اصلا میگیم فعلا، یعنی بعدا میبینمت. A word of it isn't عربی داشته که من اصلا تلفظ درستش هم نمیدونم، که در لغت های دیگر اروپایی احتمالا آلمانی و فرانسه و اون یک نمیدونم چیه، و نظایران and so on. We have یعنی ما انگلیسی ها، داریم، الاس حیف، ما انگلیسی ها حیف شد، فقط only این چیزا رو داریم، اصطلاحات رو داریم، نظیر so long and I'll be seeing you، که بازم اینا هم یعنی بعدا میبینمت، فعلا خدا نگهدار، بعدا میبینمت، و به نظر من هم هیچ اشکالی ندارد. خب اینو خیلی سریع دوباره ترجمه کردم دوستان، این قسمت هشتم بود. قسمت نهم و دهم هم سریع سعی میکنم آماده بکنم، یعنی خیلی عقب نیافته، و بعد هم انگلیسی آسان رو هم در نظر دارم که شروع بکنیم، و این میدونم یه مقدار سخت، تخصصی که نیست، پیشرفته است، و خب شاید همه دوستان نتونن استفاده بکنن، بس انشالله به زودی زود با انگلیسی ساده تر در خدمتتون خواهم بود. خیلی خوب، روزگارتون خوش، شبتون خوش در ایران، و ایام به کام، خدا نگهدارتون.